ساعت بدون هیچ برنامه ریزی داد به چند نفر که تخصص این کار ندارن. از عمر مجموعه توسعه نیشکر هفت تپه بیش از نیم قرن میگذرد. به جای اینکه به شرکت هایی که مردن رو زنده کنن، اومدن این شرکتی که زنده بوده در حال تولید بوده اینو فعلا دارن از بین میدن و تبدیل به ویرانه میکنن. وجبی از این مجموعه به غیر از ایجاد رفاه و توسعه و پیشرفت برای مردم این منطقه در مسیر دیگری قرار گیرد. شرکت داره نابود میشه. ما نه ضد دولتی نه سیاسی، ولی زندگیمون اینجاست. من نماینده نیستم. من بچه‌ها گفتم بیا حرف بزنید. نماینده با تو خونه خوابه. و در این سالیان با وجود فراز و نشیب‌های زیاد، هفت تپه همچنان باعث افتخار همگان است. بازار فلج شده. باور کنید دیگه بازاریا دارن پلاکارد میزنن که نصیب کادر هفت تپه نمیدی. این آقایون اومدن فقط در حال سرقت و غارت اموال این منطقه میشن. کاری بیشتری انجام ندادن. ما میتوانیم باعث افتخار کشور بزرگ ما باشیم. به اسم شرکت های سوری که اصلا رو زمین ورود خارجی ندارن، وام های کلان دولتی گرفتن. ببین داره فیلم میگیری، تهش اخراجیه. تهش اینه که آقا این فیلم از من میبینن میگن برو خونه. اومدن زمین هایی که زراعت شده به اسم زمین های بایر دارن سنت سازی میکنن و به همگان ثابت کرده که دارای ظرفیت و استعدادهای منحصر به فردی میباشد. یعنی ماشینشون ارزشش بیشتر از یک کارگری که نون میبره سر سفره زره بچه‌ش. ما یه زمانی وقتی خواستگاری می‌رفتیم می‌گفتن کارگر کجاست؟ اگه بگی هفت تپه بوده هیچ چیزی نمیگه. تو شرکت هفت تپه مدیرای نالایق کردن، کارگر باید بعد دستشو بکشه. هیچ کی تو شرکت نه مدیری نه مسئولی نه سرپرستی، هیچ کی جوابگوی این کارگرا نیست. ذلت بیشتر اینه که نون زنه بچه ما 300 نفر. هر راهی که باشه من چنگ، ما چنگ میزنیم به دیوار. اینجا ما داریم چنگ میزنیم به دیوار. اینجا هفت تپه است. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سال 1340 افتتاح شد. قطب کشاورزی علمی ایران که بیشتر از 24 هزار هکتار وسعت داره و به قول روابط